از جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی، از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مقدم سلام و عرض ادب. آقای مقدم، با توجه به اینکه چندمین اعدام از شیعیان منطقه قطیف در سال جاری با اتهام‌های غیر واقعی میباشد، از نظر شما چه راهکارهایی برای تغییر روی عربستان سعودی در زمینه وجود داره؟ بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، این بحث هایی که در خصوص تبعیض های دینی قومی در کشورها میشه، خب طبیعتا با توجه به مداخله ها و نفوذی که نهادهای مدنی دارن، نهادهای مدافع حقوق بشر دارن، زیر ذره بین هست. دولت عربستان هم اگرچه که آماری که دادید کار رو داره توسعه میده، شاید شدت عملش، شدت برخوردش با شیعیان که اقلیت اون کشور محسوب میشن افزایش پیدا کرده، اما قطعا اگر بخواد برنامه های توسعه خودش رو پیش ببره باید تجدید نظر کنه. قطعا فشارهای نهادهای بین المللی میتونه دولت عربستان رو مجبور کنه به اینکه تجدید نظر کنه در خصوص این رویکردش. و همینطور که مستحضری برنامه هایی که عربستان برای توسعه در نظر گرفته مستلزم جذب سرمایه گذاری خارجی هست، و این اگر موکول بشه، منجر بشه به یک تنش و بخواد ادامه پیدا بکنه، در این جهت قطعا دولت عربستان به مشکل خواهد خورد و جذب سرمایه گذاری خارجی رو در این زمینه دوباره خطر میکنه. و به نظر من مثلا دولت بن سلمان مجبور خواهد بود برای اینکه اون مشکل رو حل کنه و این مشکلی براش پیش نیاره، بره به سمت اینکه تجدید نظر کنه در برخوردش با شیعیانی که اقلیت هستن و دارن زندگی میکنن و حق قانونیشون هست که در کشور عربستان مانند سایر شهروندان به شما عرض کنم که از امتیازات اون شهروندی برخوردار باشن. آقای مقدم، با توجه به ادعای بن سلمان نسبت به اصلاحات در عربستان سعودی، با وجود این گونه رفتارها، آیا این ادعا را واقعی میدونیم؟ عرض کردم ممکنه واقعی نباشه، ولی خوشبختانه در فضای کنونی که ما زندگی میکنیم نمیتونه عملیاتی واقع بشه و از زیر ذره بین گزارشگران، فضای مجازی، رسانه ها مخفی بمونه. اگر که ادعای بن سلمان و حکومت عربستان در حدود برخورد با شیعیان غیر واقعی باشه، خیلی راحت این کشف خواهد شد و دولت عربستان رو مجبور میکنه به اینکه واقعیت ها رو کتمان نکنه و یا اینکه اون برخورد ها و واقعیت ها رو تایید کنه که به ضررش خواهد بود، یا اینکه تجدید نظر کنه. ولی نکته مهم همینطور که عرض کردم اینه که در کشور عربستان برای این برنامه‌های بزرگی که پیش بینی کرده، یکی از چالش‌ها خواهد بود که بخواهد این مواجهه با اقلیتی که حق قانونیشون هست در کشور عربستان، مثل سایر شهروندا از امتیازات شهروندی استفاده کنن و زندگی کنن بدون هیچ تبعیضی، این رو دچار مشکل خواهد کرد و چالش جدی خواهد شد برای عربستان. بنابراین هیچ، به شما عرض کنم که دلیل و به شما عرض کنم بهانه‌ای نمی‌تونه باشه برای دولت عربستان که این تبعیض‌ها رو ادامه بده و بخواد خدای نکرده در خصوص برخورد با شیعیان که اونجا دارن زندگی کنن تشدید عمل داشته باشه و مجازات‌ها و رفتارهایی رو داشته باشه که دور از شما عرض کنم واقعیت ها، دور از انتظار جامعه جهانی هستش. بله، با تشکر از جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.